شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با پخش این ویدیو ادعا کردند که گویا برخی از ساز و برگ‌های نظامی کشور به پاکستان انتقال داده می‌شود. اما وزارت داخله در پیوند به این مسئله واکنش نشان داده و می‌گوید که امارت اسلامی به هیچ کس اجازه نمی‌دهد که حتی یک مرمی را هم به خارج انتقال دهند. زر عدد دی خفیفه مرمی او اتسوا دی امریکایی ایمفور توپکونو شاجوران زی پزایشی و مزده موتر دی دو وصلو قاچاق کون کو سر یو زی ونی ورشول پو طولانیزو رسانهیو که زینو ویدیوگان اکسون اخپریگی چی تریست دلال کیگی چی دی هواد دی نظامی وسایت و قاچاق روانده مکدغر دوال ادعای پکلا کرده و با این حال شماری از شهروندان کشور نیز انتقال ساز و برگ‌های نظامی کشور به پاکستان را خیانت ملی می‌دانند و از حکومت می‌خواهند که جلو این کار را بگیرد. باید جلو قاچاق اسلحه یا تانگ‌های نظامی این چیزا باید جلوش گرفته شود، بخاطر که این مال ملت است. تمام اسلحه و تمام چیزهایی که مربوط منافع ملت و آنچه که از مردم هست از سوی هم سرپرست وزارت دفاع روز جمعه در نشست با کارمندان میدان هوایی گفته که نیروهای هوایی بی وابسته به کشورهای دیگر به ویژه ایالات متحده، پاکستان و هند ایجاد خواهند کرد. لس ورز امریکایان از مجر استاد سخلاص واقستی مجونس و کولای چه خپل هوایی زواک وساتو سقوطی وکی نو داس یو هوایی زواک بجولوو چه هغه بیا نه د امریکا مرستې ته اړتیا ولري، نه د هندوستان مرستې ته اړتیا ولري، نه د ایران او پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او بل کوم هیواد مرستې ته اړتیا ولري. اما این ارتش با کدام هزینه ایجاد خواهد شد؟ کسی 2001، 2005، 2007 فکر میکرد که طالب حاکم منطقه شود، در افغانستان حاکم شود؟ دقیقا فکر نمیکرد، ولی شد. امروز بزرگان امارت اسلامی یا وزیر دفاع امارت اسلامی افغانستان از ساختن اردوی منظم و مجهز صحبت میکند، این نیز روزی به وقوع میپیونده و تحقق مییابد. پیش از این مقام های امارت اسلامی گفتند که ارتش 100 هزار نفری در کشور ایجاد خواهند کرد. سرپرست وزارت خارجه نیز گفته است که افغانستان به ارتش کوچک نیاز دارد.